سلام به همه شما دوستان عزیز، من دیوید هستم. خیلی خوش اومدین به برنامه نسل امید. امروز با شما هستیم به همراه کاکوی فوتبالیستا. سلام، منم حسینم. خیلی خوشحالم که امروز با شما هستیم و قراره یه وقت خیلی عالی رو با هم دیگه داشته باشیم. راست حسین، ببینن نا نگفتی که تو چه تیمای فوتبال بازی میکردی؟ خب من از تقریبا 9 سالگی فوتبال بازی میکنم، بعد تو شیراز داخل تیمای مختلف بازی کردم، ولی خب معروف ترینشون فجر سپاسی بود، رده نونهالان و نوجوانان. بعد اینجا هم که اومدم داخل تیمای مختلف بازی کردم، ولی خب معروف ترینشون وسم بوده، رده جوانان. به به، بهت افتخار میکنم واقعا، اصلا عتیقه. خب موضوع برنامه امروز ما ورزشه، پس اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما برای ما بفرستید. از طریق اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، واتساپ و تلگرام به شماره 2357-99-93-77-72. پس بریم با هم موضوع برنامه و راهای ارتباطی رو ببینیم و خیلی زود برمیگردیم. با ما باشید. چرا ورزش برای سلامت جسمانی جوانان مهم است؟ چگونه فعالیت‌های ورزشی به تقویت روابط اجتماعی جوانان کمک می‌کنند؟ چه ارتباطی بین ورزش و کاهش استرس در جوانان وجود دارد؟ فعالیت‌های بدنی منظم می‌توانند به تقویت قلب و عروق، افزایش قدرت بدنی و پیشگیری از بیماری‌های مزمن کمک کنند. علاوه بر این، عادت ورزشی که در جوانی شکل می‌گیرد، می‌تواند به ایجاد سبک زندگی سالم در آینده منجر شود. یه خوش آمد دیگه میگم خدمت شما بینندگان، و الان رسیدیم به استادیو ترکیه، قراره بریم پیش بچه ها. سلام هانیه جان. اول سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز و همینطور دیوید جان و حسین جان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوبین بچه ها؟ خدا رو شکر. شما چطوری؟ خوبین؟ همه چوکه؟ مو واقعیتش خیلی خوب نیستم، یکم مریض رفتم، لرزم گرفته، دلم میخه به ترکه. مریض رفته؟ یعنی رفته پیش مریض؟ یعنی مریض شدم. ها، مریض رفته ای. واو، چه سخته. خب بچه ها بریم سراغ مهمونم. نوید جان خیلی خوش اومدی، میتونی با دیوید جان و حسین جان و بیننده سلام احوال پرسی کنی. سلام به بینندگان عزیز و دیوید و حسین جان عزیز. خیلی خوش اومدی نوید جان به برنامه ما. میخواییم که یکم بیشتر با آشنا بشیم، پس از اینجا شروع میکنم که اول بهمون بگو چند سالته و چند سال توی ترکیه زندگی میکنی. خودم 22 سالمه، 7-8 سالم از ترکیه زندگی میکنم. 7-8 سال توی ترکیه زندگی میکنی.
تنها زندگی میکنی یا با خانواده ای؟ متاسفانه تنها زندگی میکنی عزیزم. چقدر سخته واقعا که فکر میکنم که خانوادت پیشت نیست، یعنی تو این سالها چقدر سخت بوده دوری از خانواده. خب میدونم که دوری از خانواده بوده، اونم تو کشور غربت. میخوام که یکم از چالش ها و سختی هایی که تو این مدت داشتی واسمون بگی. چالش ها که زیاد بوده، مخصوصا یکی دو سال اول، اما به صورت مداوم نبوده. معمولا وقتی یه سال دو سال که بگذره عادت میکنی، اما مثلا من چون خانواده‌مو کلا 10 سال ندیدم و همین اواخر چند وقت پیش بود اومدن دوباره به من سر زدن و رفتن، انگار دوباره این همون دلتنگی‌های روزهای اول دوباره اومد و یه ذره سخت شد، اما دیگه میشه تحمل کرد. زیاد چقدر سخته واقعا بعد 10 سال نبینی بعد دوباره ببینی. این فکر کنم بیشتر اذیتت کرده. خیلی سخت بود واقعا، سخته. و اینکه خب میدونم چقدر سخت این دوری و اینا، ولی شنیده بودم که خیلی ورزش میکنی، ورزشکاری، و اینکه دیگرانو به ورزش کردن تشویق میکنی و چقدر این عالیه. و اینکه خواستم ازت بپرسم که چه ورزشی میکنی؟ من کشتی کار میکنم. کشتی به صورت حرفه‌ای کار میکنی یا اینکه فقط تفریحی کار میکنی؟ قبلا به صورت حرفه‌ای کار میکنم، خیلی وقتی که گذاشتم که. بعد چند سال ورزش میکنی؟ تقریبا از 12 سالگی. از 12 سالگی تا الان ورزش میکنی؟ بله. واو چقدر زیاد. خب تو این سالهایی که حالا ورزش کردی به صورت مداوم بود، یعنی هر روزش رو ورزش کردی یا اینکه مثلا یه مدت طولانی بوده؟ نه. که ورزش رو ورزش کردی؟ اگه بگم هر روز که نشده، چون واقعا هر روز اون شرایط مناسب نیست واسه هر روز، اما هفته یکی دو بار سه بار بوده دیگه. خب بعضی موقع هم مثلا شده مثلا ویل کردم یه هفته چون نسبت به شرایط و اینا، اما کلا بودم توش. ولی خب خیلی خوبه به نظرم، پشت کارت خیلی خوبه، چون که هم کارم میکنی درسته؟ بله. هم کار میکنی و هم ورزش میکنی. چجوری میتونی این تایم رو هندل کنی که بتونی هم به کارت برسی هم بتونی ورزشت رو ادامه بدی؟ اگه هدف داشته باشی تایم هم درست میشه خودش. نرمال از سر کار میای یه دوش میگیری میزنی میری باشگاه. کم سخت میشه، اما اگه پشت کار خوبی داشته باشی راحت هم هست. من اصلا من نمیتونم، من یا باید کار کنم یا باید ورزش کنم. خودم ورزش کنم فقط کار میکنم، چون که تایمم نمیرسه. یعنی از صبح زود که بیدار میشم میرم سر کار دیگه تا شب اونجاست، بعد دیگه میام خستم دیگه نمیدونم. همه هم اینجوری هم دیگه اینجا. آره. ساعت کاری خیلی سخت. ولی واقعا پشت کارت خیلی خوبه که با تمام اون خستگیت مثلا به ورزشت هم سعی میکنی برسی. خیلی عالی، آفرین، افتخار میکنیم بهت و با این پشت کارت. خواهش میکنم. خب یه خاطره جالبی که توی ورزش برات پیش اومده بودن میتونی واسه همون تعریف کنی؟ خاطره که خیلی پیش میاد، اما جالبترینش رو کنم این باشه. من توی در این مسابقه روستایی رفته بودم شرکت کنم، بعد خیلی هم جدی بود و اصلا خیلی اول گفتنی صفر گرفته بودم که برم اونجا مصاحبه بدم. قبلش هم کلی تمرین و اینا. بعد که ما رفتیم اونجا مصاحبه بدیم، تو میکروفون یو اسم فامیل من نوید پژندم، ترکا پیوژو اصلا نمیتونم بگم. بعد دیو تو میکروفون گفت بو اسپورجو نرلی بو اسپورجو اینا، گفت این ورزشکار کجایی و اینا، نوید پازایی. اسم من اشتباه گفت نوید پازایی، گفت من کلا خندم گرفته اینا، باعث باختم شد اصلا کاری. هی خدا اصلا میگفت نوید پازایی اینا چی اینا، اصلا من کلا خندم گرفته بود. اون چی واقعا این سری چیزا، چون لهجه ما با اونا چیزه یک سری کلمات خیلی میگفتن سخت تلفظ میکنم. حالا یه خاطری هم که من دارم، کلاس فکر کنم پنجمین تورا بودم، زنگ ورزشمون بود، با یکی از دوستان داشتم بازی میکردم. بعد مدرسه‌مون خیلی بزرگ بود، بعد ما دخترها فوتبال و این چیزا که خیلی بازی میکنیم، یعنی من خودم به شخصه وسطی بازی میکردم. نه وسطی هم بازی نکردم. گفتیم یه جوری دو نفر وای میستن رو به رو هم دیگه توپو پاس میدن به هم دیگه. من یه شوت زدم، فاصلش هم خیلی دور بود، خورد تو چش داخل. ببین چشش نصف صورتش کامل کبود شد. بعد هیچی دیگه، اون بخشیده بود، میگفت اشکال نداره تو بازی بوده، معلمه مگه ولمون میکرد؟ این گفتش که نه تو فردا باید بری مامانتو بیاری. آقا میگفت اشکالی نداره، دوست بودیم، تو بازی بوده. میگفت نه باید بری مامانتو بیاری. آقا من شب تا صبح نخوابیدم که این فردا مامانشو میاره، ازم شکایت میکنن، دردسر میشه برام. ولی خدا رو شکر این اتفاق نیفتاد. ولی خیلی بد زده و نمیدونم که اصلا خودم چه جوری زده بودم. اصلا دیگه نبود. آره واقعا. خب حالا میخواست حالا این بله بفرمایی. هی داری سوال میپرسی. خب بذار ما هم یکم بپرسیم. بفرمایی.
نوید جون میگم شما یه سوال که میخواستم بپرسم، شما ورزشی و مثلا من خودم بچگی اوایل دوست داشتم مثلا شطرنج بازی کنم ولی خب به خاطر یه سری شرایط و اینا نمیشد. تو خودت مثلا شده ورزشی رو دوست داشته باشی شروع کنی من... یا ادامه بدی ولی به خاطر شرایط نشده؟ من فوتبال رو خیلی دوست داشتم و واقعا بهش علاقه هم داشتم، خیلی هم بازی کردم اما نشد دیگه، استعداد نداشتم متاسفانه تو فوتبال. خب نوید گفتی داخل ترکیه رفته بوده داخل روستا برای مسابقه یه ترکای گورش انجام میدن، یالو گورش. دقیقاً آره همونو رفته بودی؟ بله. خب داخل اون خاطره داری که بتونی بگی میتونستی بگیری کسی رو و روغنی که میزنن به خودشون؟ آره اون چون یه چند تا حرکت داره میتونی مثلا دست بندازی بغل لباسشون رو میگیری و اینا، اوکیه، از بدن نمیشه گرفت اما از پا و پاچه و چیز و اینا میگیری. آنی جان میدونی بغل لباسشون همین چی؟ یالو گورش. همین یالی گورش. من نمیدونم چی بدین ما هم بودونی چی چیه. نه دیگه این دوتا ورزشکار فقط میفهمن، ما نمیتونیم این چیزها رو توضیح بدیم برای شما. نه یه روغنای هست برای فوتبال، برای فوتبال میگم، او یه روغنای هست برای کشتی میریزن رو خودشون بعد به اون میگن یالو گورش. هی میخوان تو هم دیگه سعی میکنن روغن نیست، همون روغن غذاخوریه، هیچ فرقی نمیکنه. خب حالا اون روغن غذاخوری و هم روغن ورزشه دیگه، دو تاش روغنه. تو هندیا من دیده بودم اینو. نه اما اون فیلم هندیا همه چی داره. آره فیلم هندیا دیده بودم. عجب. خیلی خوب. آقای جان نداری من سوال بعدی رو بپرسم. نوید جان تا حالا شده توی ورزشت آسیب ببینی؟ آره هم آسیب جسمی هم آسیب روحی. واقعا یه بار من یه خاطره دارم، یعنی خیلی بدم بود، یه مسابقه بود من تو مارافگاد آنتاریا رفته بودم مسابقه بدم، بعد اونجا اصلا یه نگاه کردم هیچ تشویق کننده ای نیست و همه منتظرم من ببازم و اینا، وقتی هم مثلا متاسفانه باختم یه نگاه کردم همه خوشحالن و نه کسی من مثلا بگه آقا اوکی بیا مثلا کمکم کنه لباس عوض کنیم و اینا، واقعا خیلی بد بود. و بدتر از اونم یه مسابقه، من آخرین مسابقه بود که دادم متاسفانه مچ دستم و کتفم آسیب دید که دیگه کلا نتونستم حرفه‌ای ورزش کنم. اینا حالا آخرینش بود. خب نوید جان خیلی خستت نکنیم، بریم یه استراحت کوتاه بکنیم و برگردیم، با ما باشید. نام او مایه امید برای همه قوم‌ها خواهد بود. ممنون که با ما همراه هستید، حتما نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. خب نوید جان میخوام که از تجربه ایمان آوردنت واسمون بگی. من تقریبا چند سال پیش که اومده بودم تو دنیزلی اصلا نمیومدم کلیسا، اینا خیلی به ندرت پیش میومد بیام، بعد یه مدت که اومدم یکم دوست و اینا پیدا کردم خیلی میومدم کلیسا اما ایمان نمیوردم، یعنی تو خونه تنها بودم همش میومدم کلیسا میرفتم اینا، تو تمام جلسه هاش هم میومدم اما اون جلو که میگفتن بیایم واسه دعا کنیم و اینا اصلا البته یه انرژی انگار نمیذاش من برم اونجا، همش نشسته بودم رو صندلی. و آخرین بار یه سه شنبه بود قشنگ یادمه، یکی از بچه‌ها گفت برو دیگه، انقدر اصرار که من اصلا ناخواسته گفتم اصلا میرم، هیچ کاری هم نمی‌کنم، میرم اونجا فقط وای میسم برمیگردم، چون اصلا نمیدونستم داستان چی. من اومدم و یه دعا نجات خوندن و میگفتم آمین آمین ناخواسته. اینو اومدم خونم و همون شب واقعا زندگی من تغییر کرد و اصلا من دنیا رو به چشم دیگه دیدم و اصلا کل اون کینا و اون چیزایی که من تو بچگی داشتم اصلا با یه دید دیگه نسبت به کل دنیا اینا نگاه می‌کردم و کلی باعث رشد من شد. خدا رو شکر برای قلبت و خدا رو شکر برای ایمانت. نوید جان چند سال به مسیح ایمان آوردی؟ تقریبا 6 سال 6-7 سال. خب پس تو این سالها شاید دوستای مسیحی زیادی هم باید داشته باشی، درسته؟
تا حالا باهاشون رفتی ورزش هم بکنی؟ بله، من یه دوست مسیحی داشتم اینجا باش ورزش میکردم و چند وقت پیش که نه، حالا بکنم یه سال 6 ماه پیش بود دقیقا یادم نمیاد تاریخ دقیقشو، اما داشت این شهر میرفت و اینا، من خیلی باش خیلی دوستش داشتم یعنی واقعا. بعد یه مسابقه هم دوستانهی با هم دادیم و اینا و من متاسفانه بهش باختم و وقتی هم باختم و اینا به بقیه گفتم من چون داشت میرفت این شهر گفتم با دل خوش برای، اما در واقع نه، حضورم بهش نرسید. بعد ایمان آوردن و بعد از ایمان آوردن وقتی که ورزش میکردی توی رابطه دایره دوستی تأثیری گذاشته؟ من ورزش رو که شروع کردم یکم دایره دوستیم نسبت به قبل ورزشم یکم کم شد به صورت حرفه‌ای وقتی که شروعش کردم، چون نرمال از سر کار که میمدم وقت نمیشد دیگه برم بیرون یا بخوام کنم، بیشتر ورزشم بود، رژیم رعایت میکردم و هر جایی نمیتونستم برم. دایره دوستیم کمتر شد ولی با آدمای بهتر و مناسبتر. چقدر عالی. و چه ورزشی رو دوست داری؟ یعنی اینکه بذار اینطوری بپرسم، ورزش انفرادی رو دوست داری یا تیمی رو؟ من چون خودم ورزش انفرادی میکنم انفرادی رو بیشتر دوست دارم، چون دلیلی هم دارم واسش، چون ورزش انفرادی دیگه خودتی خوب بازی کنی خودتی، بد بازی کنی خودتی، نمیتونی گردن کسی دیگه بندازی، پس خودت به شخصه اون انفرادی رو بیشتر دوست داری. دقیقاً. بپرسیم ما اجازه؟ بله بفرمایید. خب اجازه داد بهمون. یه سوال خیلی معروف که نمیشه گفت ولی خب اکثرا میپرسن، با ارزشترین چیزی که با ورزش کردن به دست میاری از نظر تو چیه؟ با ورزش کردن حرفه‌ای ها آدم خودش رو میتونه پیدا کنه و به اون چیزی که بخواد برسه و اصلا یه خود پیدا کردنی من بهش میگم، یعنی میتونه بگه واسه چی اومده، یعنی هدفش رو قشنگ پیدا میکنه، یعنی این که دنبال هدفت بری. خب منظوره دینه؟ خب نوید، حالا من میخوام یه سوال دیگه بپرسم. در حین ورزش کردن، یعنی مثلا داری میری باشگاه، توی باشگاه که ورزشکارا دوستای خیلی زیاد پیدا میکنن، میخوام ببینم در مورد مسیحیت شده با کسی حرف بزنی یا همون بشارتشون بدی؟ من بیشتر سعی میکنم اینجوری بشادم، چون اینجا اکثرا ترکن و نمیشه به صورت مستقیم بیاین بگم من مسیحیم بیاین ایمان بیارین و اینا، بیشتر با رفتارم. مثلا اونجا خیلی دوستا داریم که اونا هم میدونن رفیق مشترکی، مثلا وقتی من میبازم یا وقتی یه اتفاقی میفته خیلی خوشحال میشم و من واقعا بعضی موقع هر بار که میرم سر تمرین با خودم کلی چی و اینا برمیدارم میبرم اونجا و میگن تو که میدونی اینا با تو حال نمیکنن و اصلا بعضیاشون بدشون میاد از تو، باز تو چرا مثلا محبت میکنی و اینجوری این رفتارات اصلا خیلی متفاوته. بعد سر اون میشه مثلا من میپرسن اینا، میگم من حقیقت اینجوری یاد گرفتم، چون مثلا من مسیحیم، به من اینجوری گفته شده تو کتابی که میخونم، درس زندگی کلا اینجوری، من سعی میکنم همه رو خوبی جواب بدم و خیلی ها بعضیاشون خوشحال شدن، بعضیاشون هم آوردم کلیسا حتی و اوکی با من الان. خیلی هم عالی، خیلی خوبه واقعا این که اگه اونا هم دوستمون نداشته باشن بازدار اون محبت رو ما انجام میدیم و هر کسی که میخواد باشه، حالا مثلا دوستمون نداشته باشن مهم نیست. حالا هانه جان نمیدونم شما میدونی، حسینم فکر نمی کنم بدونه، من نوید رو نوید میشناسم، من نوید رو اومده بودن آنتالیا، خدا یعنی چشم روز بعد نبینین شما من و نوید رفتیم از این ترامپولیا هست میپرن برای کوچیک سالا، آقا من و نوید رفتیم خیلی شلوغ بودیم برای کوچیک سال بود ولی ما همه بزرگسال آشنا بود، بزرگسال رفتیم داخل، این نوید هی از دور میدوید میمده، هی میخواست بره زیر پای من، علاقه خاصی اصلا به کشتی هم نداره، حالا هی میخواست بره زیر پای من، هی من میگفتن نوید جان اینجا الان میزنی داغونمون میکنی، آقا یکی از بچه ها از بیرون صدام زد، داشتم با اون حرف میزدم یهو دیگه نفهمیدم چی شد، دیدم دارم ستاره ها رو نگاه میکنم میچرخم، نوید از پشت بلندم که روی ترامپولیا بردم هوا، بوم اومدیم با هم دیگه زمین، بعد اینجا افتاده بودم با هم دیگه داشتیم نگاه هوا میدیدی آخر زدم زمین اصلا خیلی یوهوی میاتا بد کرده رو ترامپولین زد، باید وسط پارک میزدی زمین، یه چیگر من حال میده اون موقع باید میرفتی میمارستان، خیلی خوب بود.
اصلا اشکال نداره. تو رفاقت اصلا آدم همچین چیزایی نداره که. نه با نوید که بزنته. نوید کشتی همو بلندم که بابامو سوزه. باش حالش. دیوید جان حسین اجازه داد که یه بار بزنیش. حسین؟ نه من همچین اجازه دارم. من حالا با همدیگه با حسین صحبت میکنم. میزنه خیلی میزنه تو. خیلی عزیزتون. نوید شما چیز نمیخوای بگی؟ نه. خب. نوید جان. همینطور که شنیدیم علاقه خیلی شدید به کشتی داری. چی شد که این ورزش رو انتخاب کردی؟ یکم دارک شد. من خیلی بچه بودم کلاً، یکم من کلاً جستم ریزه میزه است. بعد من مثلا کلاس دوم دبستان بودم، اینا تو ایران یه دونه همکلاسی داشتیم از ما بزرگتر بود، یعنی درجه کلاسیش بالاتر بود و همش با من مشکل داشت دیگه، منو چپ چپ نگاه میکرد یا هر جا میدید میزد تو سرمون و اینا، کلاً من بدم میومد. ولی یه همکلاس دیگه داشتم، اونم همکلاس همون بود و اینا، فکرم عقب با این مشکلش، گفت مشکلت با که؟ گفتم با این کشتیگیر بود. اومد یه بار مثل اینکه اینو بلند کرد کوبید زمینو و از اون موقع کلا به کشتی علاقه پیدا کردم و سعی کردم یه جا سالن خوب پیدا کنم و از همون موقع دیگه شروع کردم. یه چند کس نرم افزار داد. حالا کشتی چه تأثیر روی روحیت گذاشته؟ اصلا تأثیر گذاشته البته بعد از ایمان آوردنت، کشتی روی روحیت تأثیر گذاشته یا نه؟ کشتی بیشتر سعی میکنم اون خاطرات بچگی و اون نفرت ها و اینا رو که قبل مسیحیت داشتم و تو کشتی بیشتر سعی میکردم خالی کنم و رو طرف مقابلم. اما وقتی که ایمان آوردم نه دیگه، کلن اونا کنار ورزشم و به شکل خود ورزش نگاه میکنم، نه به چیز دیگه، یعنی با کینه به طرف مقابلم نگاه نمیکنم که بخوام خودم رو خالی کنم و اینا. عادت‌هایی داشتی که از نظر خودت بد بوده ولی مثلا توی ورزش کردن اونا مثلا درست شدن، تبدیل به عادت‌های خوب شدن؟ آره، مثلا یکم زود پرخاشگر بودم و خیلی زود عصبی می‌شدم، اما این ورزش من یه ذره خشونت توشه، اونجا آروم میشه وقتی میرم. خب خیلی هم عالی، میخیم که یه توکپا بریم لندن و بیه. بابا خیلی خوش اومدین به لندن. خب رسیدیم به بخش شخصیت هفته. ما یه شخص معروف مسیحی داریم که فوتبالیست هم هستن و از شهرت و معروفیتی که داره برای کمک به دیگران استفاده میکنه و واقعا خدا بهش برکت بده. بریم با هم ببینیم این شخص معروف هفته کی است و برگردیم. آلیسون رامسیس بیکر، متولد 2 اکتبر 1992 در شهر گراندو دو سول برزیل، در خانواده متوسط و مسیحی کاتولیک به دنیا اومد. آلیسون بازیکن فوتبال اهل برزیله که در پست دروازه‌بان برای باشگاه لیورپول در لیگ برتر و تیم ملی فوتبال برزیل بازی میکنه. پدر آلیسون در بنگاه معاملات املاک کار میکرد ولی پسرانش رو به ورزش تشویق میکرد. اون همیشه حامی آلیسون در فوتبال بود. آلیسون کار خودش رو از باشگاه اینترناسیونال شروع کرد. اوایل به خاطر قد کوتاهش نیمکت نشین بود و به عنوان دروازه‌بان تعویضی برای برادرش موریل بازی میکرد. اون هیچ امیدی به آینده نداشت، اما بعدها تبدیل به دروازه‌بان اصلی میشه و آلیسون اینو معجزه خدا میدونه و بیشتر از 100 بازی برای این تیم به میدان میره. در سال 2016 با قراردادی به مبلغ 7.5 میلیون یورو به باشگاه آس روم میره. آلیسون در سال 2018 به لیورپول پیوست و با لیورپول نایب قهرمان لیگ جزیره و قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. اون همچنین موفق به کسب عنوان بهترین دروازه‌بان جهان از سال 2019 و در همین سال هم به عنوان بهترین دروازه‌بان فیفا انتخاب شد. در تاریخ 16 می 2021 آلیسون بکر با گلزنی در دقایق پایانی در جریان برد 2-1 لیورپول در مقابل وست برونویچ تبدیل به اولین دروازه‌بانی شد که در تاریخ 128 ساله این تیم
در یک بازی رسمی موفق به گلزنی میشه. این بازیکن برزیلی پس از گلزنی گلش رو تقدیم پدرش جوزه کرد که در 24 فوریه 2021 به طرز غم‌انگیزی غرق شد. آلیسون در مسابقه پس از بازی با اسکای اسپورتس گفت که چند ماه گذشته چقدر برای اون سخت بوده و از تیم‌های لیگ برتر، بازیکنان و مدیرانی که اونو حمایت و تشویق کردن تشکر کرد. آلیسون گفت این جاییه که ما عشق خدا رو احساس می‌کنیم و خدا از طریق مردم دوست داشتنش رو به ما نشون میده. آلیسون به دلیل کمک به تعمید بازیکنان و خانواده اونها از جمله روبرتو فیرمینو شناخته شده. همچنین در بازی با واتفورد پیراهن خودش رو به بن فاستر دروازه‌بان واتفورد تقدیم میکنه که از فعالیت‌های خیرخواهانه اون برای مبارزه با سرطان خون حمایت کنه. آلیسون تو نامه‌ای که برای برادر بزرگترش مینویسه تمام چیزهایی که تو زندگیش به دست آورده رو خواست خدا میدونه. آلیسون بکر در امور خیریه فعاله و از پروژه‌های مختلفی حمایت میکنه. اون به ویژه در حمایت از سلامت روان و تلاش‌های بشر دوستانه مرتبط با مبارزه با فقر مشارکت داره. یکی از کارهای خیریه آلیسون همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مانند The Champions for Change که به آگاهی بخشی در مورد بهداشت و درمان و فراهم کردن خدمات پزشکی در مناطق محروم کمک می‌کنه. اخیراً کتابی هم از زندگی این دروازه‌بان اسطوره‌ای منتشر شده با عنوان از زمین بازی تا استادیوم، نوشته تام و مت اولفیلد، که یک کتاب انگیزشی برای علاقه‌مندان به این بازیکن برزیلی است. عاشق ای آلیسونم من. بهترین گلر حال حاضر جهان از نظر من آلیسونه. اینجوری هم که دیدم قشنگ دیگه قلبم یه جوری شد وقتی میبینم اینقدر مثلا معروف ثروت داره. دیدی؟ میگفت داخل خیریه، داخل نمیدونم چیز، یاد بگیده چقدر کمک کنه. وقتی پولدار شدی پول بده به مردم. امید خدا، خدا برکت بده به کسی که نیاز دارن. خب برسیم به بخش مهمون اسکایپیمون. برادر سیاوش عزیز هستن امروز مهمون ما. بریم که باشون یه گپ و گفتی بزنیم، ببینیم یه چیزایی یاد بگیریم ازشون. سلام برادر سیاوش جان. سلام برادر سیاوش. درود بر شما عزیزان دل، امیدوارم که خوب باشید و سلامی عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ما هم خیلی خوشحال هستیم و بعد از سیاوش جان خیلی خوش اومدید به برنامه نسل امید و واقعا مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی خوشحالیم و اینجا هستیم که از شما چند تا سوال بپرسیم و بریم شروع کنیم سوال رو بردر. بله مشتاقیم. هستیم اتفاقا بعد از سیاوش و ما و بیننده های عزیز خیلی مشتاق هستیم که بدونیم که چی شد و چطوری به مسیح ایمان آوردید، آشنا شدید به مسیحیت. این برمیگرده به 22 سال پیش که در تهران بودم. اتفاقی که بر من افتاد متاسفانه در یکی از بازی های فوتبال زانوی پای راست من آسیب دید و باید عمل جراحی انجام میدادم و اینکه یادم هستش اون دوران برادر خانومم و خانومشون با ما تماس گرفتن، گفتن که بیاید منزل ما، میخوایم که با شما صحبت کنیم. در صورتی که یک سال قبلش این عزیزان به مسیح ایمان آورده بودن و ما اینا رو کاملا ترک کرده بودیم و من خیلی مذهبی بودم، نمازخون بودم، بچه هیئتی بودم و گفتم که شما مرتد هستید، شما خونتون مباحه و کاملا اینا رو ترک کردم. ولی اون شرایطی که برای من پیش اومده بود و نه تنها فقط پای من به مشکل برخورده بود، بلکه من توی زندگی من خیلی مسائلی بودش که منو نگران کرده بود، منو مضطرب کرده بود و اصلا نمیدونم وقتی که اینا با من تماس گرفتن گفتن بیا منزل ما، من بدون هیچ مقاومتی با همسرم رفتیم اونجا و چند تا عزیز اونجا بودن و اینکه کلمه ای که به من گفتن، گفتن ما میخواییم برای تو دعا کنیم به نام عیسی مسیح، چون عیسی مسیح قادره که
پای تو رو شفا بده. و من جا خورده بودم و خب خیلی دوست داشتم به عنوان یک فوتبالیست خیلی دوست داشتم فوتبال ادامه بدم، ولی اگر من جراحی میکردم از 6 ماه میشستم توی خونه. گفتم اوکی دوست دارم که واقعا آره اگه میشه دعا کنید بر من. و این از آن که وقتی شروع کردم به دعا کردم، من یکی دو دقیقه اولو یادمه، ولی یادمه که خیلی بدنم به لرزه افتاده بود و بعد از چند دقیقه من به هوش اومدم، متوجه شدم که من افتادم روی زمین و اصلا خوابم برده. مثلا یه 3-4 دقیقه من انگار تو اون فضا نبودم. وقتی که به خودم اومدم، این عزیزان دعا کردن، دیدم چند نفر دارن واقعا برای من دعا میکنن و به من گفتن که بلند شو راه برو ببین که زانو چطوره. من یه ذره شوخی گرفتم اولش، ولی متوجه نبودم که چه اتفاقی اونجا افتاده، چون من میلرزیدم کاملا، این مشهود بودش. و وقتی که من بلند شدم زانوم رو یه تکون دادم، دیدم این درده خیلی کم شده و من زانوم دیگه لق نمیخوره. و گفتن ما بازم میخوام ادامه بدیم در دعا، چون میدونیم که خداوند عیسی مسیح میخواد تو رو شفا بده. و من خیلی خوشحال شدم از این موضوع که اون روز واقعا هم من شفا رو دریافت کردم از عیسی خداوند، هم قلبم رو به مسیح دادم، هم خودم هم همسرم. مرسی. بعد از سیاوش جان، بعد از سیاوش، همونطور که نمیدونم میدونی یا نه، موضوع برنامه اون ورزشه و میدونم که شما هم فوتبال بازی میکردین تو ایران. میشه لطفاً یکم در مورد حالا تیمایی که بازی کردین تو ایران، چه پستی بازی کردین، اینا رو میشه یه توضیح بهمون بدین؟ بله حتما. من از زمین خاکی شروع کردم مثل خیلی از فوتبالیستا، و اما خدا دوستم داشت و استعدادی که به من داده بود، من خیلی سریع به تیم ملی نوجوانان را پیدا کردم. اونجا با بازیکنای خیلی معروفی که الان مربیگری دارن میکنن همبازی بودم. بعد تیم ملی جوانان، وارد تیم ملی جوانان شدم. خب توی رده نوجوانان، جوانان و امید بازی میکردم که توی امید توی استقلال تهران به مدت 1 سال بازی کردم و بعد از اون دیگه وارد لیگ برتر ایران شدم که رفتم برق شیراز، بعد از اون رفتم سند نفت، ببخشید سایپا، بعد از سایپا رفتم سند نفت آبادان، مثل سرچشمه، کرمان، حالا 2 سالم اینور رفتم خارج از ایران که رفتم هند، 2 سال اونجا بازی کردم، دوباره برگشتم. پست بازیم هم راستی پرسیدید، پست بازیم هم خیلی جا متغیر بود. من هم استاپر بودم، هم دفاع وسط بودم، هم هافک دفاعی بازی کردم، ولی خودم من شخصا عاشق بازی کردن در اون قسمت وسط زمین که بجنگم، سر بزنم، پاس بدم، یه جوری مدیریت کنم، خود این رهبری رو دوست دارم. خیلی هم سخت خدای هافک وسط بودن، همش بر بودوی. الان بودری هم توپ طلا رو گرفت، چون میگن که قلب یه تیم هافک دفاعی یه تیم هستش. از وقتی نیستش هم دیدین نتایج منچستر رو؟ بله. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم مثلا یه هافبک وسط اینقدر بتونه مؤثر باشه داخل یه تیم. همش مثلا در مورد منچستر سیتی فکر می‌کردم کل مثلا نتایجش رو هالند و اینا داره میچرخه. الان دیدم نه، اینجوری هم نیست. نه دقیقاً درست می‌فرمایید. وقتی که خود من تو اون پست بازی نمی‌کردم، قدر هافک دفاعیمون رو نمیدونستم، ولی وقتی خودم اومدم تو اون پست بازی کردم و دیدم چقدر مشکله و چقدر حیاتیه این ارتباط بین دفاع و فوروارد و وینگرها، تمام اینها رو یه هافک دفاعی در واقع ساپورت میکنه، که رودری واقعا تو این قسمت عالی و تونی کروس به نظرم از اون عالی تر. بعد از سیاوش جان خیلی خوشحالم که میبینم اتون. میتونم یه سوال بپرسم؟ بله منم همینطور، مرسی. حتما بفرمید. کی و چی شد که از ایران بیرون اومدین؟ سوال خیلی خوبیه. من سال 2014 از ایران خارج شدم
به عنوان یک الگوی ورزشی برای جوانان، برای نوجوانان، از دید جمهوری اسلامی یک تهدید به حساب می آمدم. در واقع نه آینده برای خودم بود، نه آینده برای فرزندانم بود. و خب من به کلیسای جماعت ربانی می رفتم، اونجا کارتای ملی، شماره کارتای ملی ما رو گرفتن. با توجه به اینکه شبان من برادر سوری گفتن که نده شما این شماره رو، گفتم نه من دوست دارم که بدم چون میخوام بیام کلیسا. و خب خیلی اتفاقات افتاد، خیلی بشارت ها من دادم به خیلی از دوستای فوتبالیم که چند نفرشون ایمان آوردن ولی من اسمشون رو نمیتونم اینجا ببرم، و این باعث شد که من از ایران خارج بشم. البته خیلی طولانیه ولی خب تا همین حد فکر کنم کافی باشه. و اینکه هنوز هم توی ترکیه به ورزشتون ادامه میدین؟ یعنی فوتبال رو هنوز ادامه میدین، بازی میکنین؟ ببینید ورزش یه جوری توی تار و پود زندگی من تنیده، یعنی من خودم رو خارج از ورزش نمیتونم هرگز ببینم. خیلی حواسم به بدنم هست، خیلی حواسم به خوراکم هست که چی میخورم، و اینکه فوتبال بازی میکنم خیلی کمتر ولی وزنه میزنم، میدوام و به صورت حرفه‌ای هم این کارو انجام میدم. به خودم سخت میگیرم، به این بدنم سخت میگیرم، چون میدونم که در آینده این بدن بعد منو به جلو ببره، میدونین، چون نیاز دارم که واقعا الان من بدن رو حسابی در واقع قویش کنم که بتونم در آینده از این بدن استفاده کنم. بعد از سیاهش توی دنیزلی الان حالا داخل کلیسا تیمی چیزی هست اونجا شما؟ چون شنیده بودم شما چیزی فکر میکنم بعد از سیاوشنا دنیزلی نباشن، ولی بیشتر بهتر میشه که سوال اینجوری بگیم که توی ترکیه تیم فوتبالی هم شما برگزار میکنید؟ مربیگری. من مربی. ببینید من بله یه سری کارها ما داریم انجام میدیم و یه سری مربی ها هستن که من دارم ترینشون میکنم و تیم‌های فوتبالی هم هست، بله، اما خودمون توی شهر خودمون خیر، من تیم فوتبال توی شهر خودمون ندارم، اما کار مربیگری و دارم تحصیلات مربیگری رو انجام میدم، یعنی در واقع میخوام که لایسنس مربیگری رو بگیرم چون خیلی نیاز بهش دارم که برای آینده کمکم کنه. خیلی هم خوب. یه سوال دیگه من میتونم بپرسم؟ بله بفرمایید. رویا و هدفتون واسه آینده چیه؟ سوال خیلی عالی پرسیدی، چون من فکر میکنم همه ما انسان ها نیاز به رویا داریم. مثلا اگر رویا نباشه همه چی از بین میره. و من به یاد دارم که وقتی که در هند بودم دوستان و افرادی اونجا بودن که ایماندار بودن، برزیلی بودن و اومده بودن خدمت کنن که با مردمایی که خیلی فقیر بودن فرزندانشون رو میوردن تو یک مکانی و ما میرفتیم اونجا اونا رو خدمت میکردیم، براشون غذا درست میکردیم و خیلی کارهای دیگر رو انجام میدادیم. و یک چیزی در ذهن من اومد و من از خدا خواستم که خداوند واقعا اگر که بشه من بتونم از طریق فوتبال برم توی نوجوانان و این افرادی که فقیر هستن، ضعیف هستن، کشورهای مختلف، برم بهشون هم فوتبال یاد بدم، هم بتونم تو رو بشارت بدم. و واقعا میخوام به شما بگم این رویا در من ریشه گرفت، بزرگ و بزرگتر شد و خیلی خیلی واضح خدا به من نشون داد حتی برای سیاه هاست، این رویا حتی برای سیاه هاست و من روی این رویا ایستادم و من مطمئن هستم که خب یه سری کارها ما انجام دادیم ولی من کشور دیگه بخوام برم حتما حتما این رویا رو ادامه میدم و دوست دارم که با افراد خیلی، بچه های خیلی کوچک کار کنم که هم بهشون بتونم آموزش فوتبال بدم، هم بتونم که محبت مسیح رو بهشون بشناسونم. آمین. واقعا بعد از سیاوش جان طبق ارادهش خداوند اون قلبتون رو واقعا لمس کنه و طبق ارادهش دریافت میکنین 100%.
اگه بخواین جوانان رو، نوجوانان و جوانان رو تشویق بکنید برای ورزش کردن، چطوری تشویقشون میکنید؟ جوانان باید برو تشویق کنن چون نیروی جوانی یک چیز عجیب غریبی هست. من خودم به یاد دارم وقتی 16-17 سالم بود، تیم ملی جوانان بودم، چقدر آتش فوتبال بازی کردن. ببین تشویق من برای بچه‌های نوجوان و جوان امروز این هستش که ببینید دیسیپلین باید داشته باشید شما توی زندگی شخصیتون. ورزش میتونه واقعا یک دیسیپلین رو وارد زندگی شخصی شما کنه که توی تمام ابعاد زندگی ما این مشهوده. ما با ورزش و با سخت کوشی میتونم به شما بگم که روحیه بهتر داریم و جسم سلامت‌تر داریم و اتفاقا برای هر کاری که میخوایم اونو انجام بدیم میدونی قدرتش هم داریم. و من خودم شخصا فکر میکنم که بچه‌ها باید با قدم‌های کوچک، چون الان دیدم یهو مثال از عرض کنم، خیلی‌ها دیدم میگم من میخوام رونالدو بشم، یهو میرن توپو میندازن بالا، برگردون بزنن میخورن زمین و آسیب دیدگی ایجاد میشه. من میخوام بگم که ما برای اینکه بتونیم شبیه الگوهای خودمون بشیم باید با قدمهای کوچیک شروع کنیم، یاد بگیریم و سخت برای اون تلاش کنیم و در واقع اگر پایداری داشته باشیم مطمئنم به اون موضوع، به اون چیزی که دوست داریم توی زندگیمون که ورزش اگر هست بهش برسیم. توی ابعاد دیگر توی زندگی واقعا میتونه این اتفاق بیفته که ما باید دیسیپلین داشته باشیم، اما ورزش میتونم بگم که یک جایگاهی در زندگی ما میتونه ایجاد کنه که ما رو خوشحال کنه، اعتماد به نفس به ما بده، به عزت نفس به ما بده. باور کنید کسی که حرفه‌ای ورزش کنه، نه تنها فوتبال، ورزش‌های دیگر هم من میگم که کسایی که حرفه‌ای کار میکنن عزت نفس دارن، اعتماد به نفس دارن و خب این خیلی عالی هستش که ما توی جوانان و نوجوانان متاسفانه میبینیم که این چیزا خیلی کمتر هستش این روزا و همه دستشون یک آیپد، موبایل و دائما پشت میز نشستن و اصلا حال ندارن از خونه تکون بخورن. من میگم بریم بیرون جوانان عزیز، نوجوانان عزیز، بریم از خونه بیرون، شروع کنیم به توی پارک اصلا دویدن، یک کشش رفتن و این میتونه به این عزیزان کمک کنه که در ادامه زندگی مسیر واقعی خودشونو پیدا کنن. مرسی، مرسی بعد از سیاوش جان. وقتمونم یکم کمه، بله. زودتر دیگه باید از حضورتون مرخص شیم. مرسی که امروز وقت گذاشتین، واقعا دستتون در نکنه. خواهش میکنم، خیلی ممنون، مرسی از دعوت شما، خیلی خوش گذشت، امیدوارم که به زودی همه خدا بهتون برکت بده. خداحافظ شما بنده. خداحافظ. خب بریم استودیو ترکیه ببینیم هانیه جان چی آماده کرد. سلام دوباره. خب نوید جان میخوام بفرستمت، میخوام بسپارمت به نینا دیگه. زنگ تفریح داریم، یه استراحت کوتاه میکنیم، بریم برمیگردیم، با ما باشید. جمعه ها ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شبکه 107 پارس. خب سلام نینا جان.
هانیه جان مرسی که نوید رو فرستادی و سلام میکنم به دیوید و حسین عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همچنین سلام میکنم به بینندگان عزیز برنامه نسل امید. من نینا هستم و خوش اومدید به قسمت زنگ تفریح. چطوری نوید جان؟ مرسی، ممنون، تو خوبی؟ خدا رو شکر ممنونم. با سوالای بچه‌ها چی کار کردی؟ واقعا سخت بودم. خدا شکر که تونستی فراریم بدی. خدا شکر. آره دیگه، الان اومدیم یه ذره اینجا استراحت کنیم و با هم دیگه تفریح کنیم. قبل از اینکه بازیمون رو شروع کنیم میخوام اینو ازت بپرسم، چقدر اخبار ورزشی رو دنبال می‌کنی؟ تقریبا هفته ای 2-3 بار. خب پس این بازی برای توه. چقدر عالی. بازی امروزمون اسمش خبرای دروغ و راست داخل ورزشه. حالا بازی چه جوریه که از پشت صحنه برای ما یه سری خبر میخونن و ما باید بگیم که این اخبار واقعی بوده یا ساخته ذهن بچهای اتاق فکرمونه. حاضری؟ جالبه، بریم چی میشه. حاضر. بریم ببینیم چی میشه. ما آماده ایم. خب من اومدم با کلی خبرهای عجیب غریب از دنیای ورزش. یا خدا. نوید بگو ببینم. سخت شد. توی مسابقه اسبی به خاطر اینکه مایل به یورتمه رفتن نبوده هدف مشت و لگد مربی خود قرار گرفته. چه مربی به اعصابی داشت. مثل مربی ماست واقعا. نمی کنم حقیقت داشته باشه. اشتباهه، حقیقته. یا خدا. بعد نگرفتنش به عنوان حیوان آزار؟ اخراجش کردن. مربی آلمانی هم بوده. اوه نگاه. نینا. جرمنی ها خوب نیستن. جانم. در حین یه مسابقه بوکس یکی از بازیکنان علاوه بر حریف چند مشتی هم به مربی خود حواله کرده. کجایی بوده میخواییم بگم؟ اگه اونم آلمانی بوده بگم. آره باخته؟ میتونم اینو بپرسم که باخته یا نه؟ باخته. خب پس واقعیت دار به نظرم چون عصبانی بوده. آفرین، درسته. زدی جلو. خب نوید بگو ببینم. آسونا رو هم من بپرسیم بابا. مسابقه اتو کشیدن در شرایط سخت از بازی های جهانیه که بعد از کرونا ابدا شده. این حقیقت نداره بخدا. یکی من بردم. مسابقه اتو کشیدن در شرایط سخت که حقیقت داره، ولی ابداعش بعد از کرونا نبوده. همون. از سال 1980 بوده. واقعا هست همچین مسابقه؟ بله. سرباز بودن احتمالا. خب نینا. فوتبالیستایی که گاز میگیرن توی بازی فوتبال، یه مهاجم طی یه عملیات آکروباتیک بازوی حریف و گاز میگیره. این خبر واقعیه به نظرت یا نه؟ من این خبر رو قبلا شنیده بودم. آره واقعیه. و من موقعی که این خبر رو شنیدم یاد یکی از هم مدرسه ایام افتادم که کلاس دوم ابتدایی واقعا گوش هم کلاسیشو گاز گرفت. خب نری جان، بوکس شطرنج یا ورزش برره‌ای یکی از ورزش‌های پرطرفدار جهان و ایرانه. بوکس شطرنج یعنی همون شطرنج چیزی که بازی می‌کردن با دم پای می‌زد اونا می‌ریه. نه. نیست اون. اون نیست باشی. بوکس شطرنج یعنی هم شطرنج بازی می‌کنن هم بوکس. در حین شطرنج آها شطرنج بازی می‌کنن بوکس هم. آره اون من شنیدم اون حقیقت داره. درسته. واقعا هست. آره من شنیدم. بوکس شطرنج خیلی یعنی مثلا شاه میاد کیش میکنه میگه چون کیش همه یه مش میدن صورتش خیلی هم باحال. چه من نمیدونستم مثلا اینا رو بازی بازی میکنیم. نه نه من خب نینا جان ایکس و اس رو با هم گرفته بودی هر کسی که این بازی اختراع کرد واسه همین دو تا شد. خب نینا جان تو مسابقات جدید ماراتونه بین اسب و انسان تا به حال هیچ انسانی برنده نشده. اسب و انسان. نمیدونم، من احساس میکنم میتونه انسان برنده بشه. میگه که زیر پایی بده به اسبه. چون من خودم وقتی میخوام برسم به اتوبوس یه جوری میدم. به نظر من واقعیت دار. هیچ انسانی برنده نشده؟ برنده شده. کلا مسابقه واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ مسابقه واقعیه. واقعیه. واقعا ماراتون بین اسب و انسان. نه انسان برنده میشه. انسان میتونه. درسته. تا حالا سه بار برنده شد. سه نفر برنده شد. اسب بی ارزه بود. اسب نوید مراقب باش عقبیا. چند تا الان زد جلوت که. خب حالا بریم سراغ نوید.
انگلستان آسونا رو هم بپرسیم واقعا از مدعیان قهرمانی ورزش کشتی شست پاه. انگلستان کشتی شست پا. کشتی شست پا شنیده بودی؟ نه اصلا همین الان دارم میشنم. خب این درسته که انگلستان مدعی قهرمانیشه یا نه؟ فکر نمی کنم. خبر درست خبر حقیقت داره. حقیقت داره من نشون. همچین ورزشی هست واقعا؟ بله. چه ورزشی؟ چرا هرچی خبر محیر و لغول میاد؟ ببین اخبار ورزشی تو باید ژانرشو عوض کنی. آه من اخبار فوتبال کشتی نمیدونم. نه دیگه ببین دنیای ورزش خیلی بزرگتر از این حرف هست. فقط در اونایی که تو دیدی نگاه کن برو تو اون لایه‌های درونی ورزش. خب نینا ببینم این سوال چیکار میکنی. بیشترین سرعتی که تا به حال تو ورزش بیل سواری به ثبت رسیده 118 کیلومتر بر ساعت بوده. این دیگه علکیه دیگه. کی بیل نه بیل سوارش نمیشه. اگر میگم جارو بود میشد سوارش بشن مصاحبه. سوال حقیقت داره. ورزش خیلی مشهوری هم هست بیل سواری. بابا دیگه دارین اذیتمون میکنین. یعنی سوار بیل شدن دویدن؟ تو موش و گربه بود سوار چیز میشد. جارو میشد. جارو سوار پیرزن سوار جارو میشد. اینا سوار نه بیل مگه چرخ داره مثلا؟ خب نبید. تو کشور ساحل آج ورزشی به نام سگدو وجود داره که هر سال شرکت کنندگان زیادی از کشورهای مختلف تو اون شرکت میکنن. سگدو من الان فکر میکنم سگدو فرشه. هر کیا میگه سگدو میدیم. ما ایرانی ها خیلی انجام میدیم. میتونیم قهرمانی ما آره دقیقا مدال داریم همون. این خبر حقیقت داره یا نه؟ حقیقت داره. حقیقت نداره. ما داریم سگدو میزنیم اینجا. نه نه دیگه به ثبت نرسیده هنوز مسابقهش. حتما به ثبت رسید میریم شرکت میکنم. خب نینا جان آخرین سوال. دونده آفریقایی چند ثانیه قبل از پایان بازی و رسیدن به قهرمانی از مسیر خارج میشه و تو افق محو میشه. بازیکن لفت گروه. احتمالاً لفت داده. دست خرابه رو داده بودن دسته بنده خود. چند دقیقه قبل قهرمانی و پایان بازی. کلا تو مسیر بازی لفت داده یعنی انقدر سرعت داشت. یکم مونده بوده برسه لفت میده. میره. شارژش تموم شده. فکر نمی کنم واقعی باشه. مگه میشه همینجور آدم ول کنه بره؟ خبر درسته. دیدین شارژش تموم شده. دونده اتفاقا آفریقایی هم بوده. احتمالاً پول گرفته بوده مسابقه نده دیگه. داشته میبرد فکر کن. زیرپایی بشه. احتمالاً گروگان گرفته بودن خانواده. رفته گم شده. تموم شد. خب بریم امتیازا رو ببینیم کی برنده شدش. پس معلومه ما من برنده شدم. انتظارش چی داری؟ همشو نگفتی که البته سوال آسونا رو دادم به تو اما نورمال هی گفتید خبر ورزشی خبر ورزشی برنده بازی نینا. دیدی گفتم آقا شما اینجا یه تقلبی چیزی که من قبول ندارم. نه من اصلا سوال خبر نداشتم. من فقط همون که اون اما تمام سوال آسونا رو داده بودم به تو دیگه. نه ببین مثلا یه سری مسابقات تو المپیک نبردی بابا. خودت گفتی هفته ای سه بار ورزش چک می‌کنی. نگاه می‌کنم این ورزش‌ها مثلا اولین بار رو شنیدم فکر کنم فوش نسبش واقعا. چی بعد کجا پیدا کردی اینا رو؟ ببین دیگه بعد تحقیقاتتو مویرگی کنی. خب بابا حالا برای بازنده ما یه چالش داریم. قبل از اینکه چالش رو انجام بدیم اول لباس فرمتو بپوش. این چیه؟ ما با اینا انجام. نشکن. ببین بازنده خب الان همه چی داری صورتی میبینن. بازنده باید یه توصیه ورزشی بکنه به بیننده و همونطور که داره توصیه ورزشی میکنه به ادای مرغ در بیاره. ادای مرغو یا صدای مرغو بال در بیاره اداشو مرغ بزنه اینجا بزنه خودتو یه مرغ تصور کن. مرغ محلی یا این مرغ های سفیده فرقی نمیکنه. کدوم مرغ من باید بدونم؟ شروع کن. خب ما منتظریم صدا مرغ در بیاره. باشه. ولی توصیه ورزشی برام. اول توصیه ورزشی کنم بعد همزمان. آ مرغا ورزش نمی‌کنن. حالا تو فکر کن یه روز صبح پاشدی مرغ شدی می‌خوای توصیه آنکه. ورزشی کنی. وایس من کم. اوکی. یه احتمالاً داره تخم می‌کنه نمی‌دونم. واقعا چرا داره اینجوری می‌کنه؟ خب توصیهش کو دارم میگم گاهی اوقات باید سبوت کرد چون اون پایین درسای زیده تو چرخیده
که اون با این درسای زیادی باید واسه یاد گرفتن هست که باید یاد بگیری. حالا میشه یه بار بدون مرغ شدن بگی توصیه چی بود؟ گاهی اوقات باید سقوط کرد چون اون پایین واقعا درسای زیادی هست که ما باید یاد بگیریم. حکم ورزشش. توصیه ورزشیه دیگه. تو ورزش معمولا سقوط که کردی اون پایین باید بری چیزای جدید یاد بگیری. بله. بله. چون زیاد شکست می‌خورم میگم. بله. خب لباس فرمامون رو درریم. مرسی. خیلی عالی بود واقعا. تحت تاثیر قرار گرفتم. خب وقت برنامه هم به پایان رسیده. الان میتونی با بچه های استودیو خدافزی کنی و اگه حرفی با بیننده همون داری. نه مرسی. Thank you. خواهش بکنم. نه با این دوربین با بیننده ها خدافزی کن. آه خدافزی. خدا نگهدار عزیزم. خدا به تو برکت بده. خب. منم خدافظی میکنم با هانیه جان و بچه های استودیوی لندن. امیدوارم که از این زنگ تفریح لذت برده باشین. اگه نظری پیشنهادی دارین من منتظر نظراتتون هستم. اگه بازی پیشنهادی دارین خوشحال میشم بشنوم. و تا یه زنگ تفریح دیگه خدا نگهدارتون. حالا بعد به اون دوربینه بای بای کنیم. مرسی نینا جان و خسته نباشی نوید جان. بریم استدیو ترکیه چون وقتم نداریم زیاد. با هانی هم خدافظی کنیم و بریم دیگه. هانی جان بچه ها خیلی خوش گذشت کنارتون. مرسی. به دستان امن خدا میسپارمتون. مرسی. خسته نباشید. میخوام برم دیوید رو ثبت نام کنم کلاس بیل سواری. بعد از اینجا میخوام ببریم بیل سواری ثبت نامش کنم. هفته خوبی داشته باشیم. به درد میخورم. تا بعد میبینیم اتون دیگه. بای بای. خدا نگهدار. خدا حافظ. میبینیم اتون. خب بریم. سواری خوبه. دیدی چی بود؟ اتو میکشید؟ دیدی نوید چی جود داشت اتو میکشید؟ من اولین با بچه گیرش انداخته بودن. اتو؟ کلیه اتو میکشید؟ خب دوستان عزیز ما تکرار برنامه‌مون شنبه ساعت 9 صبح و چهارشنبه 2:30 دقیقه صبح به وقت ایران پخش میشه. نظرات و سوالی اگه براتون بود میتونید از طریق اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، واتساپ و تلگرام برای ما ارسال بکنید و برای واتساپ و تلگرام شما میتونید با شماره 2357-99-93-7772 با ما در تماس باشید. در مورد بازی هم اگر نظری چیزی دارین حتما برامون بفرستین که دیگه اجرا کنیم به اتاق فکر بگیم و اینا. آره. بریم دیگه. خوشحال میشیم. بریم؟ آره. بریم. مراقب خودتون باشید. به امید دیدار. خداحافظ. تا هفته بعد خداحافظ. Thank you.